دوم کریمن میلادهو، دیدم دو بیان فرمودن کریمن میلادهو، ولادتش با کرامت بوده. یکی اینکه خب پدر و مادر و آبا و اجداد بزرگواری که حضرت داشتن، یه معنام گفتن که کریمن میلادهو، اون حوادثی که همزمان با ولادت پیامبر پیش آمد که عزیزان زیاد شنیدن، شب 17 ربیع وقتی پیامبر متولد شدن، حوادث فراوانی در عالم زیاد شنیدن. دریاچه ساوه که مورد عبادت عده‌ای بود خوش شد، بعضی از کاخهای پادشاهان لرز به اصطلاح فروری، خود اینها حوادثی بودی که همراه با ولادت پیامبر بود. و اهل الارض یوم ازن، امیر مومنان یه گزارش میدن از حوادث زمان پیامبر. اهل الارض، مردم زمین، مللون متفرقه، ملت های متفرقه بودن، یه ده یهودی بودن، یه ده نصرانی بودن، یه ده مجوسی بودن، و احوا اون منتشره، و یه ده بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، فراوان فرا پیامبر تو این فضا. و ترائق و متشتته بین مشبه لله به خلقه، یه دستن خدا رو قبول نداشتن، یه ده برای خدا شبیه قرار داده بودن. حضرت اشاره میکنه به فضا. بعد نیست من یه اشاره بکنم، یه داستان جالبی هست فکر کنم برای بینندگان عزیز جالب باشه. عرض کنم که خدا رحمت کند مرحوم آیتی، دکتر آیتی رضوان الله علیه، این روحانی بسیار جلیل القدر، کتابی داره در تاریخ اسلام، میگه معجزه پیامبر فقط این نبود که درخت به اجازه پیامبر سخن میگفت، بالاترین معجزه پیامبر این بود که تو این فضا توانست انسانهایی رو بسازه. وقت اشاره میکنه به این داستان که تو همه مصادر قدیمی آمده، شخصی است به نام عمر ابن جموح، عمر ابن جموح، این بت پرست بود. جوانهایی که اسلام آورده بودن برای اینکه اینو بیدارش بکنن یه نقشه ای ریختن، این صبح که میرفت سر کار بتش میانداختن توی مزبله ای مثلا زباله دانی، بیچاره بعد از ظهر برمیگشت، این پیرمرد میگشت با هزار زحمت بتشو پیدا می آخرش رو زباله دان پیدا میکرد و شستشو میداد و عذرخواهی میکرد که خسته شد از اینکه هر روز این کار ادامه داشت. ایشون مینویسه، در تاریخ از ایشون نقل میکنه که یه وقتی صبح بخواست بره سر کار، شمشیر خودش رو انداخت گردن این بته، گفت من امروز که میرم سر کار تو خودت از خودت مراقبت دفاع کن. باز بعد از ظهر آمد دید نه بوته نیست و شمشیر نیست، و باز گفت نه بابا، تو که نتونی از خودت دفاع بکنی حتما نمیتونی از ما دفاع بکنی، تو خالق ما. آمد مسلمان شد. وقت نکته جالبی که ایشون اشاره میکنه اینه، ببین آیه شریعتی، معجزه پیامبر اینه، معجزه اسلام اینه، سنگ ریز سخن گفتن در دست پیامبر این معجزه است، عیب نداره، شق القمر هم معجزه است، ولی بالاتر از شق القمر اینه، انسان ها رو همین آدم رسید به جایی که در جنگ احد پاش معلول بود، موظف نبود، لیس علی اعرج حرج، وظیفش نبود بیاد در جهاد، التماس کرد آمد میدان جبهه با یکی از پسران خودش، هم خودش به شهادت رسید هم پسرش به شهادت رسید. این داستان هست که وقتی همسرش این جنازه این شهید بزرگوار رو برمیگردون به طرف مدینه، روی به اصطلاح اون شطوری که جنازه ها رو گذاشته بود، 4 جنازه گذاشته بود، جنازه شوهرش عمرو بن جموح، پسرش فرزند این بزرگوار، و برادر خودش رو هم. یعنی پیامبر از همین آدمایی که حاضر نبودن از بت پرستی دست بردارن، یک مجاهدی ساخته که وظیفش نبوده بره میدان نبرد، تازه جنازش به مدینه نرسید، یعنی این مرکب داستان معروفه نمی آمد به طرف مدینه، و خدمت پیامبر رسیدن. حضرت سوال کرد، چیزی نگفت موقع رفتن، گفت چرا، دعا کرد که خدای منو بر نگردان، منو بر نگردان. حضرت هم دعاش مستجاب شده، حتی جنازش نمیخواد برگرده، ببری تو مدینه به خاک بسپاره، تو همون قبرستان شهدای احد، کنار شهدای احد به خاک. من اینو همینجا بگم، گاهی به عزیزان خودم، البته بسیار سخته، خب عزیزانی که به شهادت میرسن یه جنازه های مطهر و نورانیشون برمیگرده، یه ده نه جاوید الاثر میشن. من میگم شاید اون شهدای همچین دعایی کردن که ما نمیخوایم حتی جنازمون برگرده. یادم نمیره در عملیات مقدماتی بلفج بود در سال 61، یه جوان خرم شهری بود، همین نشسته بودن جمع رزمندگان صحبت میکردن، مثلا اگه ما به شهادت رسیدیم جنازمون برگرده چی بشه، یه وقت نمونه اونجا. یه جوان خرمشهری میگفت نه اتفاقا من از خدا خواستم چیزی بر نگرده.
گفتن بهش چرا آگو آدم هدیه که به خدا میده هیچی نباید پس میگیره. پس نمیگیره. هیچی پس نگیره. یادم میاد که از بزرگواران میفرمود من جلسه یک جاوید الاسدی سخنرانی کردم. دیدم خیلی این خانواده نگرانن. خیلی مضطربن. ما از همینجا درک میکنیم واقعا عرض ادب و ارادت و سلام و تواضع و کوچکی میکنیم نسبت به همه خانواده های شهدا ایثارگران، مخصوصا جاوید الاسدی که خیلی سخته براشون. ایشون میفرمودن خیلی خانواده نگرانن، اینا اولین بارم بود مجلس گرفته بودن، دیگه مطمئن بودن که جنازه بر نمیگرده. دم در که آمدم برم سخنرانی به این خانواده گفتم که نگران نباشید، من میدونم جنازه عزیزتون کجاست. اونا خیلی خوشحال شدن. گفتم کجا؟ گفتم بالا منبر میگم همه بشنون. منبر که رفتم وقت این آیه رو خوندم که در راجب اولیاء خدا، شهدا، صالحین، اینا عند ملیکن فی مقعد صدق، عند ملیکن مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیکن، چه جای بهتر اون جان، اینجاها نیستن، پیش ماها نیستن. پیامبر توانسته از این انسانها انسانهایی بسازه که حتی وقتی میره میدان نبرد دعا میکنه خدای جنازه من بر نگرده. این معجزه پیامبره. پس بنابراین مردم ملل متفرقه، یهود و نصارا و مجوس و احوا و منتشره، بت‌پرست و انواع بت‌پرستی‌ها که زمان جاهلیت وجود داشت. جالب باز من اینم بگم در تاریخ آمده، مرحوم علامه تشتری هم تو همین کتابشون نقل کردن، یا تستری یا ششتری رضوان الله علیه، که بعضی از مشرکین جالبه وقتی میرفتن مکه، الان نمیرن میگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، اینا میگفتن لبیک لا شریک لک، خیلی جالبه، میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک لبیک. ما الان میگیم الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اونا یه الا میذاشتن، اونا میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک، تو مالک او هستی هر چی او مالکه. یعنی اینجوری بودن. پیامبر بهشون میفرمود که بت نپرستید. خیلی جالبه، به پیامبر میگفتن این چیکار بکنیم؟ از رب میگید خدا پرست بشید. استدلال رو ببینید، میگفتن یعنی ما بیایم 360 بت رو بگذاریم کنار، یه خدا رو بپرستیم؟ 360 خدا ما داریم، همه رو بذاریم کنار بگذاریم یه خدا رو بپرستیم؟ الان یه حالا تو این فضا سلمان ها در میاد، سلمان ها در آمده و این شخصیت ها در آمده. این هنر، این معجزه است. سنگریز سخن گفتن هم معجزه است. به درخت حضرت بگه بیا و برو، اونم معجزه است. از اون بالاتر بالاتر انسان هاست. آدم سازی معجزه اصلی پیامبر هست. بله. فهداهم بهی من الزلاله، خداوند اینها رو هدایت کرد، و انقذهم به مکانهی من الجهاله. اللهم صل على محمد و آل محمد.